واسه گرفتن این دوربینی که الان میخوایم بخریم 2 سال صبر کردم. یه خانم 82 ساله اینجا تصادف کرده مرده، واسه همینه که گل و شم گذاشتن با دوچرخه. فکر کنم اینم دوچرخش بوده که باهاش تصادف کرده، یاره نمیدونم هر اتفاقی واسش افتاده. معمولا تو آلمان اینجوریه که وقتی یه نفر هر جا میمیره بغل خیابون یا هر جا دیگه، همونجا گل و شم و اینا میذارن واسش به عنوان یاد بود. این مدل قدیمیشه، اینو نمیخوایم ما، اینو من میخوام. آدم خیالی داره حرف میزنه. داشتم بغل دست زنه رد میشدم که داشت به خودش حرف میزد، فکر کنم مواد زده یا مشکل روی روانی داره. مثلا داشتم رد میشدم یه دفعه دو هزار ریدم به خود تو مود خودم بودم، داشتم فیلم کنگ گفتم اوکی چی فیلم بگیرم. امروز با هم می‌خوایم چند تا چیزو بررسی کنیم، اینکه کیفیتش چقده و می‌خوام مقایسه‌اش کنم با دوربین ولایی که الان دارم. الان این دوربینی که دارید می‌بینید جلومه، اگه همین الان بخواید از آمازون بخرید، آنلاین بخرید، 1500 یورو باید بدید. می‌خوام ببینم این دوربین 1500 یورویی که دارم با یه دوربین 500 یورویی اینم هرزون نیست همچی، قابل مقایسه هست یا نه. اول از همه کیفیت تصویره، کیفیت صدا، اینکه چقدر تصویر استیبل واسه بیرول گرفتن. هر کدوم از این چیزایی که میگم اگه متوجه نمی‌شید جلوتر تو فیلم متوجه می‌شید چیه. یه سری ویژگی‌های خاص داره که دوربین‌های ولاگ نداره، دوربین‌های بزرگ، دوربین دی اس ال آر نداره. یه سری ویژگی دوربین دی اس ال آر داره که این نداره. یه کیف خیلی خفن. یکی از فیچرهای جدید که تو هیچ کدوم از گوپروهای قدیمی وجود نداشت اینه که میتونی راحت لنزشو عوض کنی. یه قبلی اگه میشکست دهن سرویس بود هیچ استفاده دیگه نداشتی از گوپرو. اینو که میبینید جای میکروفونه، واسه وقتی که میخواد تو آب ازش زیاد استفاده کنی که وقتی که از آب درش میارید این میکروفون زودتر از همه قابل استفاده باشه. اینم جای ماونتشه، بعد که خواستی میتونی راحت وصلش کنی. اوکی. انقدر هول شدم هیچ کدوم از اینا رو اصلا نگاه نکردم. آه اینجا نمیشه اینجوری باز میشه. آخه. چجوری بازش کنم؟ یه نفر بیاد در اینه واسه من باز کنه. آه باید بکشیش بکنم. باز شد. آیه سلامات. بعد باتریش در مقایسه با گوپرو قبلی بزرگتره، چون که دو اسکرین است، یعنی دو طرفش اسکرین داره. قبلی ها اینجوری نبود، فقط از اینجا میتونستی خودتو ببینی، ولی الان میتونی از اینجا هم خودتو ببینی. الان این دوربینی که من دارم استفاده میکنم برمیگرده صفحش، به خاطر خیرا میتونم توش خودم ببینم، چون که 4K میگیره، 5K میگیره، حجمش خیلی سنگین میشه. آماده اید؟ آماده اید؟ باشه. Let's go. دیدید بعضی وقتا دوست دارید آفتاب که در میاد یا آفتاب که میاد پایین فیلم بگیرید بعد تندش کنید؟ این تنظیمات خودکار داره، دوربینو میکارید میگید از این ساعت تا اون ساعت واسم فیلم بگیر، خودش روشن میشه فیلم میگیره بعد خاموش میشه. خفن ترین آپشنشو فکر کنم آخر از همه بهتون بگم. میخوام مقایسهش کنم با واید ترین حالتی که لنز من داره. یه لنز مخصوص دارم من، مخصوص ولاگ، اینجوری که وقتی رو 10 میلیمتر باشه مثل الان، لنز خیلی با من فاصله نداره، اندازه یه دسته، ولی شما همه جزئیات پشت سرمو میتونید ببینید. پشمام داره رکورد میکنه. یس اوکی. الان گوپرو که دستمه 5K داره میگیره با 30 فریم پر سکند. الان این دوربینی که من دارم ماکسیمم میتونه 1080 بگیره، فقط 50 فریم پر سکند. این 1080ش 240 فریم پر سکند داره که بیشتر واسه اسلو موشن استفاده میشه. خودتون مقایسه کنید. یه دوربین کوچولوی 500 یورویی با یه دوربین خرکی گنده حرفه‌ای میشه گفت با قیمت 1500 یورو. چه جوریه؟ خدا الان نمیبینم تا ادیتش نکنم، ولی خیلی خیلی مشتاقم ببینم چه جوری در میاد. واسه تست بعدی میخوایم یه خورده صدا رو تست کنیم. الان این میکروفونی که روی دوربینم هست فکر کنم 80 یورو 90 یورو پولش باشه، ولی خب قیمتش خیلی مهم نیست. اکثر میکروفونای رود خیلی خوبن و مقایسهش با خاموش شد. پشمام شارژ نمو شد. پاور بانک هم خودم نیاوردم. میریم خونه باقیاشو انجام میدیم. بسر چه چیزیه؟ آره سنگین هم هستا. هیچ نمیخوره انقدر سنگین باشه. کوچولو ولی. لعنتی 5K میگیره. 5K پرام. بریم اینو تست کنیم. من صبر ندارم. یه لنز دیگه هم داره که اون فقط 100 یورو جدا با واسش پول بدی. یه خورده وایدتره. مثلا اگه اینه، اون اینه، یه خورده وایدتره، ولی خب وایدتر از این. این فقط یه مثال بود. واک بسر چقدر پهن میگیره. گرد میگیره. انگار مثلا داری کره زمین رو میگیری، گردیش معلوم میشه. اون چه 120 میگیره؟ رو 4K 60. روی 180 چی؟ 180. 180 چم میگیره؟ هول شده. خوب بسر 240 240 فریم پر سکند میگیره.
اوکی خب الان دوربین شارژ شد، میخوایم تست صدا انجام بدیم. الان این محیطی که هستیم خیلی خلوته، یعنی صدا اضافه نیست مثل صدای ماشین. تا چند دقیقه دیگه میریم کنار خیابون، اون موقع هم تست میکنیم ببینیم چقدر فرق میکنه. خودتون قضاوت کنید. میکروفون گو پرو و میکروفون رود، البته ناگفته نماند این میکروفون رود رو میتونیم با یه تبدیل وصل کنیم به این گو پرو، یعنی هر میکروفونی که دلتون بخواد میتونید وصل کنید به گو پرو. خیلی خفنه. حالا میکروفون خود دوربین رو تست میکنیم ببینیم میکروفون خود دوربین چه جوریه. الان این صدایی که میشنوید از بدنه دوربین 80D است، چقدر فرق داره با میکروفون رود. اوکی الان بریم یه شلوغ‌تر. خوبی که میکروفون شاتگان داره، شاتگان رود داره، اینه که بیشتر صدا رو از جلو میگیره، صدا اطرافو نمیگیره. ولی خب فکر میکنم واسه گو پرو خورده متفاوت باشه، یه خورده صدا رو بیشتر از اطراف میگیره. البته با بریم یه خورده جای شلوغ‌تر تستش کنیم، اینجوری دقیق مشخص نمیشه که چقدر میکروفونش خوبه. ولی خب 100% یه میکروفون اضافه بهتره تا میکروفون خود دوربین. اوکی الان این رنگی که میبینید رنگ مخصوص گو پرو است. گو پرو خیلی معروفه به این رنگایی که تولید میکنه دوربیناش. چجوریه؟ بهتر از قبلیه یا بدتره؟ جل خوردم. خب بچه ها، این کاری که میکنم در صنعت اسلو موشن تا حالا دیده نشده. انحصاری خودم، سیگنچر هیمسلف. آماده اید؟ بله. ایجی اسلو موشن. اینا رو نذار، که آخر رو نذار. اوکی یکی از مهمترین آپشنای اکشن کامیرا میدونید چیه؟ تفاوت رو خودتون احساس کنید، ببینید چقدر فرق میکنه این با این. مطمئنم زمین تا آسمون فرق داره. شیت بسات چرا خوبه، هر چقدر دلت بخواد دست تکون میده هیچ اتفاقی نمیفته، تصویر صاف صافه. یه خورده کیفیت رو چک کنید. آره یه بار دیگه بدویم. میدونید یکی از چیزایی که عاشقشم چیه؟ اینکه راحت میتونی بذار تو جیبت، هر وقت هم خواستی در میاری ازش استفاده میکنی. خیلی جاها هست ما نمیتونیم این دوربین بزرگ رو بگیریم دستمون، یا دستمون پره، یا موقعیت مناسب نیست که بخوای دوربین خرکی اینقدری استفاده کنی. این لعنتی رو نگاه کنید چجور تو جیبم جا میشه. خیلی دست حفظی داره. خیلی از جاها میخوام من با این فیلم بگیرم، دستم پره، بی خیال اون صحنه میشم کلا. پس با این چقدر خیالم راحته، اینجوری میگیرم دستم میگم اوکی، واسه هر کی دلم خواست فیلم میگیرم، خیلی توجه جلب نمیکنم. این لعنتی خدا جلب توجه نگاش کنید. گاوی این یه کوچولو اصلا هیچ کس مشکوکم نمیشه. الان یه آپشن خیلی خوبش میخوام بهتون نشون بدم، تایم لپس. میخوایم رژیم شروع کنیم، البته این مال ما نیست. سینه مرغ گرفتیم، گوش چرخی گرفتیم. چی؟ خیلی گرونه اینا. نه فعلا به گروه خونی ما نمیخوره، ان شاء الله وقتی وی آی یوتیوب رفت بالاتر. حتما این ویدیو رو نگاه کنید، ما زیتون بخوریم. واسه دوستاتون شیر کنید، تمام زیتون بخوریم. خب خیار شو. نه نه. نه. اون فروشگاه بهتر بود خیار شو. مادره میارم ریده به خودش میگه اینه چرا دارن آروم صحبت میکنه. خب بریم عربا، بریم بریم پسر روزمون رو ساخت. همش گرم. نمیخواستم دوربینو بیارم ولی بیرون بودیم با علیرضا، رفتیم غذا بخوریم، بعد نگاه ساعت کردیم خیلی دیره، با سری بریم خرید کنیم. وگرنه اینو اصلا نمیخواستم بیارم، میخواستم کل مدت با اون یکی دوربین رکورد کنم و میدونم 100% صدای این بهتره. تا علیرضا میاد بیرون میتونیم یه دونه تست نور کم هم انجام بدیم. کدومش بهتره تو نور کم؟ قضاوتش با خودتون، ولی فکر کنم جفتشون اوکی باشه. ولی خب من توقع داشتم گو پرو بهتر باشه. ما اومدیم فروشگاه عربا، اینجا زیتون پیدا کردیم نصف قیمت. بعد یه چند تا چیز عجیب غریب هم پیدا کردیم. کلی گذاشتید اینا نمیدونم دقیقا چیه، یه چند تاشو برداشتم مزه کنیم ببینیم چجوریه. من میگم شیرینه، میوه خوش شده است. اینجا داده که خوب کنه فروشته، یعنی میوه های خوش شده عزیزم. آنباکسینگ میوه خوش شده بزنم تمام کنیم. مزه پوست پرتقال میدی؟ واقعا؟ پوست پرتقال واقعا. خب بیت نگاه کن، توجه نکرده باشه. نگاه راستی پوست پرتقال برداشتیم، اینه که خونه هم داشتیم بوشی در داشتگاه اینجوری گندیده بود، لذیش هم شده بود. همه شو بخور.
حالا خب به نظرت این چیه علی؟ نمیدونم تسکو لیمو فکر کنم توش یه سری هسته هست. آره هسته داره. چیه؟ اون توف کنم مصاحبش اینجا باشه. بد نیم ولی خیلی شیرینه. مزه‌اش اوکیه ولی. بیا نگاه کنید اینو وقت نشد بذارم خونه. الان این چیه تو دست پا؟ یه سری چیزای مشخص هست که اینجوری میتونی بذاری رو سرت، به سرت وصل میشه، یکیش هست به سینه‌ت وصل میشه. هنوز نار سفارش ندادم به خاطر این دستم پره. ولی در غیر این صورت وصل می‌کردم به سرم اونجوری فیلم می‌گیرم. چی شده؟ فیلم یادم رو آپلود کنم. قرار بود ساعت 6 آپلود کنم. بس سرم اون گرم خیار شور شد. الان ساعت 8 2 ساعت تاخیر. بچه‌ها ببخشید. نه من یه کاری نکردم. یه چیزی کمه تو ذهنم. تو که می‌بینند اون قول ندادی. چرا یه استوری گذاشتم گفتم هر دوشنبه و پنجشنبه. البته دو هفته سن روز سر اون برنامه عمل نکردم. ولی دلیل داشت چون فیلمم از طرف یوتیوب چیز خورده بود. هشدار گرفته بودم چه چیزی. بعد نتونستم فیلم آپلود کنم و روحیه‌ام هم خراب شد. اینجوری بود بعد یهو دوباره اینجوری شد. خب ما چیز خاصی نمیخوایم، فقط یک دونه ماش. همین هیچ چی دیگه نمیخوام. چجوری نارو داریم خونه؟ دوربینم زیر داره له میشه. دوربین داره ماست میخوره. آه خداحافظی کن با بستنی ها دیگه، چاخ نمیتونی بستنی بخوری تا چند ماه. ببین چه کردی با چقدر بستنی ها خوشمزه به نظر میرسه. هی چشک بزن میگه میبره بخور. تو به اینو بخور. میدم تو رژیم. اوکی بهترین آپشنی که پیدا کردی این بود که با این ببریمش خونه. اگه میخواستیم با دست اینا رو ببریم پاره میشدیم. بابا پس خیلی زایی بود اینجا رد شدیم. حالا تو جلد هم در خونه بابا بکشیم ببریمش.